فصل یازدهم روح های پیشرفته روح خیلی پیشرفته و پخته در بین افرادی که روی زمین زندگی می کنند بسیار نادر و کمیاب هستند اگرچه تا به حال من سوژه های زیادی نداشتم که به سطح پنج پیشرفت روحی رسیده باشند و رنگ آبی از خود ساطع کنند ولی همیشه کار کردن روی آنها به جهت فهم و شناخت وسیعی که در زمینه های معنوی دارند بسیار جالب است. در واقع، کسی که بلوغ و پختگی روحی او به این سطح رسیده باشد، برای حل مشکلات زندگی خود به روانکاب و متخصص هیپنوتیزم مراجعه نمی کند. در اغلب موارد، آنهایی که در سطح پنج پیشرفت روحی هستند، اگر به زندگی زمینی بیایند حتما برای راهنمایی دیگران است. روح‌های پخته و پیشرفته بر مسائل و مشکلاتی که اغلب ما روزانه به آنها روبرو هستیم فائق آمدند و اگر به زندگی زمینی بیایند برای کسب امتیاز خاص و انجام وظیفه مشخص است. اگر این گونه روح‌ها به صورت یک فرد معروف مثل مادر ترزا ظاهر شوند ما آنها را تشخیص می دهیم اما معمولا در نهایت بی سر و صدایی و گمنامی به کردار نیک خود میپردازند. اکثریت آنها اهل خود نمایی نیستند و هدفشان کمک به بهبود زندگی سایرین می باشد. این گونه روحها ها به جنبه های تشکیلاتی نمی کنند و بیشتر توجهشان معطوف پیشبرد ارزش های فردی انسان است. علا این موضوع بعید نیست که روحهای سطح پنج گاهی هم برای تأثیر گذاری بر مردم و رویدادهای جامعه در زمینه های فرهنگی به فعالیت بپردازند. مکررن از من سوال می شود که آیا افراد حساس با ذوق و مخصوصا خوشفکر که با های جامعه سازشی ندارند الزامن روحای پیشرفته ای هستند؟ من در این مورد رابطه مستقیمی نمی بینم. حساس بودن، لذت بردن از زیبایی ها یا حتی داشتن نیروی خارق العاده مانند غیبگویی و غیره هیچ کدام دلیل پختگی و پیشرفت روحی نمی باشد. نشانه ی روح پیشرفته داشتن، حوصله یا سعی صدر، بلند نظری و توانایی رویارویی با مسائل زندگی و از همه مهمتر بصیرت و درایت فوق‌العاده است که در امور مختلف از خود بروز می‌دهند. البته نباید تصور کرد که روحهای سطح پنج اصلا در این دنیا با مشکلاتی روبرو نمیشوند که نحوه برخورد با آنها در سرنوشتشان موثر باشد. چون اگر به چنین مرحله رسیده بودند احتمالا اصلا به زندگی زمینی نمی آمدند. این گونه افراد در سطوح مختلف جامعه هستند ولی غالبا به اموری اشتغال دارند که بتوانند بهتر به سایرین کمک کنند. و یا به نحوی در برطرف کردن بیعدالتی های اجتماعی نقش ایفا نمایند. متانت، محبت و نیکخواهی یک روح خیلی پیشرفته به طور طبیعی بر دیگران پرتو افکنی می کند. علائق شخصی انگیزه رفتاری آنها نیست و لذا گاهی بدون در نظر گرفتن نیازهای فیزیکی خود در شرایط ساده و بیتکلفی زندگی می‌کنند. فردی را که من به عنوان نمونه یک روح سطح پنج انتخاب کرده ام، خانم سی و چند ساله است که در یک مرکز بزرگ درمان معتادان کار می کند. یکی از همکارانم او را به من معرفی کرد و اظهار داشت که این خانم مهارت زیادی در کمک به معتادان مواد مخدر به خصوص برای بازسازی شخصیت و بهبود اعتماد به نفس آنها دارد. در اولین برخورد من بی نهایت تحت تأثیر متانت و آرامش او علا رقم تنش های فوقلاده محل کارش قرار گرفتم. او زن قد بلند و باریکندامی بود. موهای قرمز شعل مانندش از هر طرف به روی شانه هایش می رسید. اگرچه بسیار گرم و دوستانه با من برخورد کرد ولی حالت نفوز نپذیری داشت. چشمان خاکستری براغ و روشن او حاکی از دیدن و توجه به نکات کوچک و ظریفی بود که معمولا به نظر اغلب مردم نمی آید. احساس کردم که او به درون من و نه به من می نگریست. همکارم پیشنهاد کرد که ما سه نفر با هم نهاری بخوریم چون این خانم به مطالعات من در خصوص برزخ علاقه مند شده بود. او به من اظهار کرد که هیچگاه به خواب مصنوعی برده نشده ولی در ضمن تمرکزهایش به این نتیجه رسیده است که روحش شجره طولانی و مفصلی دارد. وی همچنین عنوان نمود که احساس می کند ملاقات ما اتفاقی نبوده بلکه گذرگاه لازمی در مسیر تکاملی و یادگیری اوست. لذا با هم توافق کردیم که به کشف دانش روحی او بپردازیم. چند هفته بعد به مطب من آمد کاملا روشن بود که این خانم چندان علاقه ای به بررسی طولانی تاریخی تمام زندگی هایش ندارد. از این رو تصمیم گرفتم که فقط تصویر مختصری از اولین زندگی های زمینی او پیدا کنم و آن را به عنوان نقطه شروع بهره‌برداری از اطلاعات ابرآگاه او بکاربرم. برم. وی به سرعت به خواب مصنوعی عمیقی فرو رفت و بلافاصله با خودیت درونی یا این سلف خود تماس برقرار کرد. تقریبا بدون هیچ گونه وقفه ای متوجه شدم که اولین زندگی او به گذشته های دورزیست بشر در کره زمین مربوط می شود. در بازیافت خاطراتش به این نتیجه رسیدم که زندگی های در آخرین دوره گرمای بین دو یخبندان کره زمین مربوط به 130 هزار سال تا 70 هزار سال قبل و درست پیش از آخرین دوری طولانی اصر یخ آیس ایج بوده است. سوژه من عنوان کرد که در قرون گرمتر دوره دوم اصر حجر که انسانهای اولیه آلات سنگی نتراشیده به کار می برده اند، پریود در مناطق زیر خط استوا و در سرزمین هایی که پوشیده از برف و یخ بوده و اغلب ساکنین به شکار حیوانات، ماهیگیری و جمع‌آوری نباتات اشتغال داشتند زندگی می کرده است. او ادامه داد که در حدود پنجا هزار سال پیش وقتی که کوههای یخ مجددا آب و هوای کره زمین را تغییر داده وی برای حفاظت خود از سرمای جانفرسا در قارهای مختلف میزیسته است. در گذر سریع از قرون و اعثار متوجه شدم که شکل ظاهریش تغییر کرده و قامت او که در ابتدا کمی خمیده بوده به تدریج راستتر شده است. همانطور که در زمان به جلو می آمدیم از او خواستم کنار برکه خم شود تصویر خود را در آب ببیند و اش را برایم تشریح کند از گزارش او به این نتیجه رسیدم که در عرض هزاران سال و در طول زندگی های متعدد زمینی به تدریج پیشانی شیبدار او عمودی تر شده است برامدگی بالای هدقی چشم کاهش یافته موهایش کمتر و آرواره های بزرگش که علامت انسان اولی است تدریجا کوچکتر شده است. برآمدگی بالای حدقه چشم یا سوپرایوربیتال ریج با استفاده از خاطرات زندگی های متوالی او اطلاعات انسانشناسی نسبتا خوبی در مورد شرایط زیست، نحوه استفاده از آتش، ابزار کار، لباس، غذا و آداب و سنن بومی دوران مختلف به دست آوردم. فسیل شناسان و متخصصان زیست شناسی دوران قدیم یا پلئونتولوژیست برآورد کرده اند که انسان راستقامت یا هومو ارکتوس یعنی موجود میمون شکلی که از اجداد بشرهای امروزی به شمار می رود در حدود 7.1 میلیون سال قبل روی زمین ظاهر شده است. آیا روح از آن زمان تا به حال با استفاده از جسم این موجودات دوپا یا بایپیدز که ما آنها را انسانهای اولیه مینامیم برای زندگی زمینی به این کار می آمده اند؟ چند نفر از سوژه های نسبتا پیشرفته من اظهار می کنند که روحای بسیار پیشرفته که متخصص تعیین جامعه بشری برای روحای جدید و جوان هستند عمر زندگی انسان در کره زمین را متجاوز از یک میلیون سال تخمین می زنند. نظر من این است که این روح های پیشرفته متوجه شدند که حفره مغزی جمجمه انسان اولیه و محدودیت جعبه صوتی آنها برای پیشرفت روح در زمان قبل از دویست هزار سال پیش نامناسب بوده است. حفره مغزی جمجمه برین کویتی جعبه صوتی ویس باکس به نظر می رسد که موجود متفکر باستانی یا به عبارتی انسان اولیه چندین صد هزار سال قبل به وجود آمده است. در عرض صد هزار سال گذشته دو علامت و نشانه مشخص آگاهی و پیشرفت روحی در بشر دیده شده است. یکی مراسم تطفین مردگان و دیگری هنرهای باستانی نظیر هجاریها، حکاکیها و تراشکاریهای مختلف می باشد. مطالعات انسان شناسی نشان می دهد که این توانایی ها حتی قبل از انسان قارنشین وجود داشته است. لذا روحها نهایتاً ما را به صورت انسان امروزی درآوردند و نه برعکس. موجود متفکر باستانی هومو سپینس انسان قارنشین ناندرتال یکی از سوژه های پیشرفته به من اظهار کرد روح‌ها کره زمین را در سیکل های مختلف، رفشانی کردند. اطلاعات جامعی که از سوژه های متعدد جمعآوری شده نشان می دهد که قسمت های مسطح جهان امروزی با قاره های قبلی یکسان نیستند و این امر احتمالا ناشی از سیکل ها، آتش ها و سایر بلایا و تحولات عظیم طبیعی می باشد. به عنوان مثال میگویند جزایر آزرو در اقیانوس اطلس قله کوههایی هستند که در قاره آتلانتیس بوده و بعد به زیر آب فرو رفتند. در واقع من سوژه هایی دارم که صحبت از زندگی زمینی در مناطقی می کنند که در جغرافیای امروزی وجود ندارد. بنابراین به احتمال قوی روحها در جسمهایی یا جامعه زندگی می کردند که پیشرفته تر از انسان راست قامت بوده و در حدود ربع میلیون سال قبل از بین رفته و شواهد فسیلی آنها به جهت تغییرات جغرافیایی از دید ما مخفی ماندند. البته بر اساس این فرضیه می بایست قبول کرد که تحولات نوع بشر مسیر بالا و پایین و دوباره بالایی داشته که من آن را غیر محتمل تصور می کنم. در این هنگام من سوژم را به زندگی آفریقایی 9000 سال قبلش بردم که طبق اظهار خودش قطعا از مقاطع مهم پیشرفت او به شمار می رود. این آخرین زندگی زمینی او بوده که در مجاورت راهنمایش کومارا به سر میبرده است. خود کومارا در آن زمان روح پیشرففته داشته و در قالب همسر بانفوز رئیس قبیله خیرخواه و سخاوتمندی میزیسته و شوهرش را در امور مربوط راهنمایی و کمک میکرده است. من به این نتیجه رسیدم که سرزمین آنها به طور تقریبی در منطقه کوهستانی اتیوپی قرار داشته است. به نظر می رسد که سوژه من کومارا را در بسیاری از زندگی هایش که هزاران سال طول کشیده می شناخته و کومارا در آن زمان مراحل بالای پیشرفت روحی خود را طی کرده است. رابطه ای آنها در زندگی های زمینی با حادثه‌ای به پایان می رسد که طی آن سوژه من وقتی با کومارا در قایقی نشسته بوده و از رودخانه عبور می کردند برای حفظ جان کومارا، خود را در معرض نیزه قبیله دشمن قرار می دهد و کشته می شود. کومارا هنوز هم به شکل یک زن قوی جسه با پوست شفاف قهوه رنگ و موهای پرپشت سفید که سربند حلقه ساخته شده از پروبال پرندگان به دور آنها پیچیده شده با محبت و خوشرویی بر او ظاهر می شود. لباس زیادی بر تن ندارد و تنها با دو تکه باریک پوست ستر اورت کرده است. به دور گردن او تسبیح بلندی از خرد سنگ های پرزرق و برق رنگارنگ آویخته شده است. گاهی در نیمه های شب کومارا تسبیح خود را تکان می دهد و صدای جرق جرق به هم خوردن سنگ ها بلند می شود تا سوژه مرا از خواب بیدار کند و توجه او را به خود جلب نماید. روش آموزشی کومارا این است که خاطرات تجربه ها و درس هایی که سوژه من در زندگی های قبلی آموخته است را به یادش می آورد. راه حل های قدیمی را با انتخاب های فرضی جدید مخلوط می کند و مثل این است که سوژه من باید با کنار هم گذاشتن قطعات یک پازل استعاری متافوریک پازل تصویر صحیح آن را به دست آورد. پازل استعاری متافوریک پازل از این طریق کومارا شاگردش را حتی در خواب یا در حالت تمرکز امتحان می کند که ببیند او تا چه حد توانایی دارد از گنجینه مفید شناخت و آگاهی قبلی خود استفاده نماید. به ساعت خود نگاه کردم و متوجه شدم که اگر قرار است در همین جلسه به جستجوی تجربیات بعد از زندگی های این خانم در برزخ بپردازم، دیگر فرصتی برای کسب اطلاعات هاشیه ای نمانده است. لذا به سرعت او را به حالت ابراگاه رساندم و مشتاقانه آماده شنیدن اطلاعات جالب معنوی او شدم. سوژه نیز مرا با گفتارش به هیچ وجه معیوس نکرد.